Öncüş kakel aşı meşi Lave bu mefan aşı Varun yat میدی من ببینم چشه؟ یه سر صحبی خوش نداشت بگم پیچون روزش کسی با ما کار نداره چه برسه به حالا. الو نصیبه پرویزم فرار کردی؟ دوست داشتی تو اول تو زندون بمونم؟ چیه؟ ترس و صداته؟ فقط تعجب کردم به خدا. خوبه فقط به عشق اونو که دارم یه کرده میام بده باش حرف زنم الان که مدرسه است یعنی خوابه نمیخوای که یه کار خواب زدش کنم خیالی نیست خودم دارم میام دیگه همه اون پیش خودمه زمین و زمانو براش میدوزم کی بهت گفت من اینجا کار میکنم بمانم نمیدونم که میرسم ولی به کوب دارم میام داشت از شما برده کنم نفس جان نفس تنبل همیشه خوابه جاش توی رختی خوابه پاشو دیگه ای پاشو سلام سلام به روی ماه نشستت بوس بده پاشو نفس جان بود مامان دیر شد ببینی نفس خانم اگه من میذارم بچه شدی ها آها خواستم خواستم کلک بزنی بچه حساب کنم مسابقه من و تو از دم در این آسانسور تا در ماشینه نه خیرم وایسا کی بود ماما؟ ماما یه خانم بود ولی نگفت کیه. اومد
حتما اشتباه زنگ زده. بریم بودو دیر. جا گذاشتم. نریا. ببین چی دارم بهت میگم. نرو تا بیام. مامان جان بشین تو ماشین الان میام. بهت نگفته بودم هیچ وقت نیا اینجا؟ مجبور نبودم که نمیمدم. خب تلفن میزدی؟ اصلا تلفنی نیست، خونه خراب شدی. اگر مسئلت پوله که هنوز دو روز مونده تا سر ما، یکم تحمل میکردی میریختم به حسابت. حالا برو. اصلا حرف پول نیست. پس چیه؟ پرویز صبح زنگ زد. پرویز؟ شوهرم، شوهر سابقه. برو برو بهت زنگ میزنم. هیچ جا نمیری. واسه ببین چی دارم بهت میگم. لاکر دار. چی میگی تو؟ چی تو سرته؟ میگم میاد دودمان هممون رو به باد میده. میفهمی؟ ما هر چی قول قرار داشتیم اینجا به هم میخوره. من اومدم. بیا دیگه دنبال سارا بریم. میام الان. مامان اون خانمه کی بود؟ هیچ کس. هم باختی هم جواب دروغکی میدی؟ یعنی اون هیچ کس نبود؟ حتما یکی بود دیگه. مامان خانم با شما ما. بشین ازم بشین میخوایم بریم. گرفتار بود یکم پول بهش دادم. اون یکم بود؟ حالا یکم یا دو کم چه فرق میکنه قربونت برم. خب از چرا نگرفت؟ خب بگو نمیخوام بگم دیگه. نمیخوام بگم دیگه؟ مامان خانم من که میدونم تو آخرش میگی. خب اولش بگو دیگه. باید بریم دنبال سارا. سارا واسه چی؟ گفتم که بهت. کی گفتی نفس خانم؟ مامان خانم من بس گفتم ولی اونقدر حواست اون خانمه بود یادت رفت. الان میبریم دنبال سارا. بیا سارا ما داریم میایم دنباله. الو نصیب به این ماجرا چی بود صبح سر هم کردی گفتی ها؟ همه میگن به معتاد نباید اعتماد کرد ولی من این کارو کردم. بهت آدرس دادم، شماره تلفن دادم، حتی گذاشتم یه وقتایی تو از راه دور. چی داری میگی؟ ببین همونجا که بهت گفتم وایسا تو من بیا. خدافظ. سلام سبیده خانم. سلام عزیزم. مامانت چطوره؟ دکتر گفته بعد
مطلق استراحت باشه. مطلق استراحت نه استراحت مطلق. سلام، من سپیدم. ببین قربونت برم، تو من قول دادی زودتر این برگر رو بگیری. خب من منتظرم. ببین من نمیدونم کجا باید بری. میخوای دادگاه بری، وکیل بگیری؟ ببین اون زنه الان اومده میخواد دختر من ازم بگیره. خب آره دیگه، الان گرفتار شدم. نرفتی صورتتو بشوری؟ جانم مامان بگم بود بده. خیلی خوب سب کن، بیا لقمه خودت هم بخوری. خب خوش میگفتم دوکم خوش کنم. بیا ببینم. برو خدافز. الو سلام، من جاوید هستم. خانم فتاپور خوب هستین؟ ببخشید من میخواستم عرض کنم خدمتتون که امروز ممکنه یکم دیرتر برسم به کلاس، یعنی که اصلا شاید نتونم بیام. اگر ممکنه حواستون به کلاس من باشه. خیلی خوب، حالا بگو. باز اینا تو پس بده. پسش بدم؟ یعنی چی؟ برای چی باید این کارو بکنم؟ گفتم که بهت، باباش داره میاد تهران، زنگ زده صبح. آزاد شده؟ من چه میدونم چه دوز و کلکی سر هم کرده. گفت فقط به عشق دیدن بچه‌اش داره میاد. اگه بیاد بچه‌اش نباشه میدونی چی کار میکنه؟ روزگار منو سیاه میکنه. یه قد کرده من میشم دومیش. تو مگه نگفتی جدا شدین؟ مگه نگفتی حضانت بچه با توه؟ باباشه. بیاد ببینه بچه‌ش چیست تا میخوره منو سیر میزنه آدرس تو رو بگیره. پسش ندی میدونی چی کار میکنه؟ پولت که هیچی، جونت هم میگیره. گفتی حبسش ابده. دو سه سال پیش کردم 15 سال. الانم که بیرونه. نمیدونم، بلکه اومده مرخصی، چیزی نگفت. چرا به تو اعتماد کردم؟ من سر قولم هستم، یعنی سر قولم بودم. کدوم قول؟ تو از اولش هم برای من نقشه داشتی، از همون موقعی که میمدی خونم کار کنی. میدونستی من داغونم، میدونستی تازه بچه و شوهرمو از دست دادم، مخصوصا نفس رو میذاشتی بغلم که بهش وابسته بشم. تو مگه نگفتی میخوای حضانت بچه رو بدی بهزیستی؟ گفتی نمیخوای بچت مثل خودت بزرگ شه، نمیخوای برای اینکه سر خودت اومده سر بچت هم بیاد، نمیخوای بچت با بوی سیگار بزرگ شه. گفتی باباشم زندانه، اگرم یه وقت آزاد شد تا اون موقع نفس باز خودش خانومی شده، خودش میدونه خودش. من سادم حرفتو باور کردم، گفتم نصیبه این بچه اگر مال من بشه دیگه مال هیچ کس نیست، نه تو نه باباش.
با هزار جور بدبختی اسم این بچه رو بردم تو شناسنامه خودم. نفس همه عشق و زندگی منه، جون من به نفس بسته است، نمیتونم. حالا بجودی اومده اینجا بگی بچه همو میخوام، اصلا گیرم من پارو دلم گذاشتم، اصلا من هیچی. تکلیف رو بچه طفل معصوم چی میشه؟ صد را فکر کردم، به صد جور مردن. اون بچه چجوری میخواد با یه مادر معتاد و یه بابای سبب میده خانم. یه چند تا تیکی لوازم و لباساشو بدی من گوشه اتاق بچینم، باباش میاد اون اوله. بیا تو. اگه این تصادف لاکر دار نمیشد، شوهر دخترت خدا رحمتش کن. این زینت منه، نفس شما. برش تولد گرفتی نه؟ برو تو اتاق هرچی میخوایی بردار. من باید برم دنبال نفس، اگه میشه زودتر وسایلشو جمع کن که بریم. من دست و دلم نمیره چیزی بردارم، خودت چند تا دیگه بذار. یادم رفته بود باباش هنوز زنده است، یه روز میاد سر وقتش. حالا شادم دوباره برگرده اون تو، بعدش دوباره میتونه چی؟ وقتی بفهمه دیگه بچه هیچ کس نیست.
باید بیام. آره خب اصلا چاره دیگه ای ندارم. من اگر حضانتشو از پدرش گرفته بودم دیگه الان این همه گرفتار نمیشدم. آره دیگه من دارم میرم نفسو بردارم که بیام. آره آره چرا خودت ببر. تو هم بیا. من نمیتونم. سهم مادری منم مال تو. باباشم یه چیزی میگم بالاخره. اول آخرون که باور نمیکنه. هرچی میخواد بشه بشه. شما بری. یه چیزی بذار یه بار بیام ببینمش از نزدیک. چی تو سرت نصیبه؟ حرف دلتو بگو. نه به خدا چی، فقط میخوام ببینمش همین. قشنگی میخوندی. بیا بیا بشین تو ماشین. مامان این خانومه چه خوشی؟ میگم بهت مامان جان تو برو تو ماشین بشین، من برم بگم برای سارا آژانس بگیرم بره. برو عزیزم برو. وایسا ببینم. ماشالله ماشالله بونه قدر برم خانم. بیا بگیرش برای من. قیمتی نیست، قدیمیه، مادرم بهم داده. یعنی دست مادر بزرگم هم بوده، داده به مادرم، مادرم هم داده به من. بده به دخترت. دختر نداری؟ من اگه تو بگیری انگار که داده بشمش به دخترم. مخمنم خیال میکنم دختر بگیر. همین چقدر شبیه همین. اما چشه مامانا یه رنگ دیگه است. ماشالله چه خانه میشده مثل یه تیک ما. اگه میدونستم میتونی نگهش داری ازش میگذشتم. دیگه خیلی دیر شده خانم. اون موقع که باید براش همه رقم مادری میکردم نکردم. یعنی روزگارم با من نساخت. از جگر گوشم گذشتم. از خودت هم گذشتی. از خودم هم گذشتم. از همه چی. ما دیگه باید بریم. فقط یه چیز دیگه میگم. نه نگو. بگو. شما نرین، بمونی. من میرم. بر من چه فرق میکنه کجا باشم؟
چی بگم؟ هیچی نگو. شما جاتون راحت باشه، من راحتم. یه بوس به من بدی. نصیبه هست؟ نشده چی گفتم؟ میگم نصیبه هست، بگو بیادش. داشتی تصویه حساب کردم. کجا؟ نمیدونم. امروز ما داشتیم کجا میرفتیم؟ هیچ جا. اونجا هیچ جا بود؟ دقیقا، ولی اینجا که هستیم یه جایی هست. اون خانومه چی؟ نصیب خانوم اون کی بود؟ حتما اونم هیچ کس بود. نه، اون هیچ کس نبود، نصیبه بود. گیر نده دیگه، میرم این نامه رو میدم میام. از این کارت دعوت داری؟ ندارم. بفرما خانم، مراسم شروع شد. نمیشه دیگه، بفرما. بفرما. میبخشین آقا، میشه داریم میرین تو این نامه رو بدیم به خانم صبور؟ ممنون. حال تو هستم، مرا ببین. خودم رو که نذاشتیم برم، ولی نامم رفت. تو آفتاب سرخ سر شاخه منی، من سیب زرد و کار هستم. آقا ببخش. آقا قربونت من را ببخش. ببخش. کس نده، من را خودت بخواه. من مال 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 تو هستم، مرا ببین. شعر زیبای نفر سوم مسابقه آقای حسن آرمانزاده رو شنیدیم. حالا از نفر دوم مسابقه. وای سمینا، وای تو، وای تو، بیا وای تو. برنده های سوم و دوم مسابقه شعر نوجوان معرفی شدن، شعرهای زیباشون رو برای شما خوندن و تندیس و دیپلم افتخارشون رو هم گرفتن. اما حالا دیگه نوبت میرسه به معرفی نفر اول مسابقه شعر نوجوان. حد میزنیم که کی باشه؟ دختر خانم و آقا پسرم، پدر و مادر. از کجا رفتی تو؟ و حالا برنده اول مسابقه شعر نوجوان که به انتخاب هیئت محترم
داوران بهترین شعر رو سروده. سرکار خانم نرگس امیدوار. به نام خدا. اجازه بدین صحبت هام رو با یک ربایی از آقای از حرف نزدن چه خیری دیدی؟ خب بگو دیگه. جلیل سفر بیگی شروع کنم. که یکی از آرزوهام دیدن ایشون. رفتیم بیرون از دختر قهرمان مسابقه شعر. حیف که آقای سفر بیگی در تهران زندگی نمی کنن. که این آرزوی بزرگ من برآورده بشه. ماشاءالله یکی دوتام که نیستم. من خسته ام از توالی زندگیم، از این همه ماسمالی زندگیم. انگار فقط سکوت انداختند بر روی نوار خالی زندگیم. و اما غزلی که داوران محترم اون رو پسندیدن و به خاطرش من رو لایق دونستن که برنده این مسابقه باشم. مگو عزیز دلت لک زده برای سفر، غریبه نیست برایم بهانه های سفر. تمام پنجره ها را گشودم از صبح، چرا نمی رود از خانم هوای سفر. ردیف هفت عمودی سه خانه خالی، چه واژه‌ای بگذارم؟ یعنی چی آخه؟ این چه طرز رفت داره؟ نه بوسه‌ای به خداحافظی، نه عشق، نه آب، نه آب پشت سرت، نه، فقط دعای سفر. چه راه دور و درازی است این که من رفتم، از انتهای خودم تا به ابتدای سفر. اگرچه خاطرت از یاد من فراموش است، مرا به یاد بیاور در انتهای سفر. نه اعصاب خودم رو خطخطی میکردم، نه حال خوش زن و بچه‌م رو ناخوش. کوفت نرگس کردی جایزه و مراسم و همه چی رو. اون رفتار رو نمیکردی آبرومون نمیرفت. من آبروریزی کردم یا دختره؟ اون مرد که کیه که آرزوی دیدنشو بده؟ من چه آرزوی به دلش بذارم که نه؟ این حرفا چی هادی؟ به جان که افتخار کنی سرتو بالا بگیری؟ سرم بالا بگیرم؟ نه کلاهو میذارم بالاتر که دخترم جلو اون همه مردم شعرهای عاشقونه میخونه واسه اون پسر جوهرلم. پسره کیه؟ پرت و پلاها چیه به هم میبافی؟ کی رفت سفر ها؟ به جز اون امیر بودی همیشه که دائم پاپای نرگس بود و از در مدرسه تا در خونه میافتاد دنبالش نامه‌های عاشقونه میداد. خدا ازت نگذره که این وصله های ناچست و به دختر معصومت میچسبه. نرگس اگه دلش با اون بود که نمیگفت مزاحمشه. یا من نمیدونم. درست نمیشنوم. گفتیم پسره میره سربازی و میگه یه نفس راحت میکشه. نمیرسیم پشت سرش دخترمون شعره عاشقونه میگه، دعای سفر میخونه، براش ماچ میفرسه. بس دیگه، حالا داره به هم میخوره از حرفایی که میزنی. نگه تو رو میخوام بیادشم. یالا هادی به خدا این حرفا تو لیاقت داشتن همچین دختری رو نداری. بفرما چی مری؟ هیچی نشد. خسته شدم از دست بابات. میای یا خودم برم؟ نه. امری.
چیزی میگم رو حرفم نه نگیر. ببین تلا، تو زن خونه ای، بیشتر حواست به زندگی و بچه هاست. من نمیذارم این دختر تو فک فارمی رو در همسایه آبرو میبره. زنگ میزنم به برادر آقای حیدری که نرگز واسه پسرش میخواست، میگم بیان بشینن حرفمون بزنیم، دستشو بگیرن ببرنشو خلاص. تخمه خورده تو سرت؟ اصلا حالیت چی میگی؟ من که گفتم تو این خونه یا جای منه یا جای این دختر عاشق. هادی هادی هادی، به خدا باورم نمیشه داری حرفا رو جدی میگی. من وقتی پای آبرون وسطته با هیچ کی شوخی ندارم. از خر شیطون بیا پای. همینی که گفتم، یه کلام ختم کردم. حرف حساب کلی نیست، هر غلطی میخوای بکنی بکن. اصلا زنده زنده چالش کن. سلام عرض شد خانم. من امیدوار هستم. خیلی ممنون، مزاحم نمیشم. اگه آقای شاهی تشریف دارن بفرمایید یه توکپا بیان دارم بدن. ممنونم. ببخشید من شمارتون از اخوی گرفتم، گفتم یه زنگی بزنم هر وقت مایل بودین تشریف بیارین در خدمت باشیم. بله، راجع به همون امر خیری که شوکت خانم پیغام آوردن، زودتر بهتر. من تا پس فردا تهران هستم، جاتون خالی چند روز میرم سفر. بله خیر، حاجت هیچ استخاره نیست. تله چرا داد و بیداد میکنی؟ میخوای آبرو ریزی کنی؟ باز خوبه، از کار خونه گریزون نیست. هیچ وقت نبوده، ولی واسه کار خونه همیشه فرصت هست. آره، برای همه کارها همیشه فرصت هست. یکیش همین شعر گفتم. آقا جونم همین فکر رو میگد که درسم تموم نشده، منو از مدرسه کشید بیرون. چیزی رو که اون موقع با یه بار خوندن حفظم میشد الان باید صد بار بخونم بازم نشینه تو مغزم. پشیمون درس ول کردی؟ آره چی کردی؟ از اولیش آره، از دومیش نه. تو هم اگه میخوای پاتو بذاری جای پای اون خدا بیامرز بذار، اما چیزای دیگرش هم یاد بگیر. بشین باش حرف بزن که به سرش نیفته بیدلیل داری یا سر خودت بازش میکنی. اگه فایده داشت میزدم. حرف باد حواس رو به هیچ جام نمیرسه. نه جر بنجر با نرگس فایده داره، نه حرف زدن با تو. مگه با حرف زدن تونستم از پست بر بیام که دور درس خوندن خط بکشی؟ صبور. اگه ممکنه به نرگس بگیم بیاد دم در بریم. باباش میگه من کار دارم نمیتونم بیام تو. ای بابا، ما با هم قرار داشتیم. یعنی چی که بیاد دم در؟ خب پدرش رو راضی کنی یه چند دقیقه بیان در خدمتشون باشه. تو رو خدا یه کارش بکنیم دیگه خانم امیدوار. باشه، پس من منتظرتونم. خدافظ. خدافظ.
کلاس تموم شد؟ نه من دارن میان. چرا نمیای تو؟ بیا تو. اولایی اومد آلا قبولم نکنه دنیا به آخر نمیرسه. از این راه نشد اولا. از یه راه دیگه اولا. چرا واسادی؟ برو دیگه برو. به خدا نرگس اونطورام که شما فکر میکنین نیستا. باور کنین همش سرش تو درس و کتاب و شعر. اشتباه میکنن؟ یعنی شما دختر منو بهتر از خود من میشناسین؟ ای بابا آقای امیدوار، آخه چرا ما هرچی میگیم شما باز حرف خودتونو میزنی؟ مگه شما حرف منو میزنی؟ هرکی حرف خودشو میزنه، منطقه فرقش اینه که من باباشم میتونم براش تصمیم بگیرم، ولی شما هیچ حقی ندارید. تا همینجام که کلش پر کردین از این شعر و شاعری و این لاتایلات بسته خانم، ایشالا دیگه دلتونم براش تنگ نشه چون رنگش هم نمیبینین. باشه خانم بشین، حالا یه دقیقه بشین میریم. بشینم که چی؟ هرچی ما میگیم نره، شما دوتا میگیم بدوش. آقای امیدوار هر مشکلی یه راه حلی داره. حالا شما دیگه آقای شاهینا میان برای خواستگاری، نمیخوای که من سرم بذارم جای پامو زنگ بزنم بگم منصرف شدی؟ میخوای؟ به خدا من نمیفهمم، ما میگیم نرو بدوش. پاشو پاشو بری. خدا اینجوری هیچی از نرگس باقی نمیمونه ها. میدونم خانم سر بری بذاریش. نشو ناامید نشو، اگه خودتو ببازی همه چیو میبازی. قصه نخور، مگه من مرده باشم این عروسی سر بگیره؟ طلعت، طلعت خانم، مهمونا تشریف آوردن. اومدم. سلام علیکم، مشتاق زیارت. خوبی؟
بشینیم که با صفا تره. چه حیات با صفا یاد خونه مرحومت پدرم. خدا رحمتش بکنه هرچه پاکی بشونه. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. به زحمت افتادینا. بابا چه زحمت. قربون دستت برم عروس خوشگلم. معلومه از این دخترای با سلیقه است و با کمالات. امسال اول دبیرستان تموم کرده. ولی ماشاءالله مثل دختر دانشگاهی با این قد و بالاش. لطف دارین. علیرضا خان به سلامتی درسشون رو تموم کردن دیگه. والا دوست داشت تموم کنه. اما دیگه ترجیح داد بیاد در مغزی فنی یاد بگیره. درسش به چه کاری میاد وقتی آدم فنی و هنری نداشته باشه؟ ولی نرگس از هر انگشتش یه هنر میریزه. جز اینم انتظار نیست. رشتهش تو هنرستان نقاشیه. ولی بعد شعراشو گوش کنین. آدم هضم میکنه از این شعرها. اصلا کسی نمیتونه باور کنه که یه دختر 15 ساله همچین شعرهایی بگه. دوستام همه آرزوشونه که همچین دختری داشته باشن. همین دیروز تو مسابقه شعر نوجوان اول شد. آفرین. شما وقتی که گفتین از هر انگشتش یه هنر میریزه من فکر کردم منظورتون آشپزی و خیاطی اینا. وقتی تو شعر که اینقدر راحت مقام آورده حتما تو هنرهای دیگه هم سر اومده. لطفا یه توکیپا تشبیه ببخشید. علیرضا خان شما شعر دوست دارین؟ اگه زیاد بخونین خوشتون میاد. خانم نمیخوایی تشریف بیاری؟ ببخشید آقا عادی. چشم. من برم تندیس و لوح افتخار نرگس هم بیارم ببینی. نرگس جان چایی تازه دادم بیار واسه مهمونای عزیزمون. خاله این چه بازی رو انداختی؟ بازی؟ کدوم بازی؟ طلعت من ممکنه هزار ریب داشته باشم اما خنگ نیستم. حالا کی گفته هستی؟ من میخوام این نرگس از حال و هوای عشق و عاشقی و شعر شاعری بکشم بیرون. بعد تو میری اون مجسمه رو میاری میکن تو چش خواستگاراش؟ من خر فرض نکن. اشکالش چیه؟ خودت میدونی اشکالش چیه. ببین آقا هادی اگه میخوای دستی دستی زندگی دخترتو به باد بدی بده، اما تا زمانی که تو این خونه هست من نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره. ببین طلعت فکر نکن حرف خودمه. من دیشب یه سر رفتم سراغ خانم باش سلام و مصلحت کردم. اونم نظر من داشت. فردا میرم محل پسر و بگم پسر نجیب و اهل کار و زندگی دیگه تو هم. هادی تو چرا نمیفهمی دختر فقط 15 ساله؟ خودت وقتی زن من شدی از حالای نرگس کوچیک‌تر بودی. مگه زندگیمون بد شد؟ ریحانه تو همین سن و سال نخونی شوهر مگه بدبخت شد؟ چرا نمیخوای بفهمی که زمونه عوض؟ سلام مهندس. خیلی مخلصم آقا. نه بابا عیبی نداره. بیدار بودی؟ بله. سفارش در پنجره‌هاتون رو گرفتم. خب هنوز شروع نکردی. فردا صبح زنگ بزنیم به توکلی مسئول کارخونه. خب نه آقا خاطرتون جمع باشه. بله چشم منم سفارش میکنم. بله ممنون. منم خوشحال شدم. خداحافظ شما. خب چی میگفتی؟ حالی از من نخواه مثل عروسه که کوکی بشینم و فقط نگاه کنم. دیشب گفتم باش حرف بزن گفتی نه. امشب گفتم بذار با پسر حرف بزنه گفتی نه. آقای صاحب کارخونه در و پنجره سازی اگه همه در پنجره ها رو ببندی آدم خفه میشه از بیهوایی. نمیشه که صحبت دو تا زندگیه. خودشه بری. پس چرا نمیای؟ ای بابا نو بیا من دادا او بیا من بابا بابا دا نرگس.
نرگس، نرگس. اوه بابا، آخه باباش داره میاد. اوپا، هیچ خوشم نیمد از آقاتون. من دیدی که میگفت خوب نیست یه خانوم جوون بیاد تو مغازه با من حرف بزنه. مغازه رو ببندم جواب بابامو چی بدم؟ اما قسمت خوبشو نگفتم. گفت امشب میاد خونه عموش، یا تو بری اونجا یا اون بیاد خونتون، با هم دل بدین قلوه بگیری. الان با اداده میده. طلعت، مگه من نگفتم دلم نمیخواد نرگس با این پسر حرف بزنه؟ خب داره حرف میزنه. پسره؟ اومده اینجا؟ نه، نرگس تو حیاته، پسر خونه هموشینا. بهشون بیا تو. تو که دیدیش، خب چرا نگفتی؟ خواستم بگم، دیدم جبنه رضای خوبیت نداره. آره خوب نیست، خوب شد نگفتی. اینجوری هم که نمیشه. ولی از منم کاری بر نمیاد. ولی میتونم بگم نرگس چی داره بهش میگه اگه بخوای. نرگس میگه این چه حرفیه؟ مشکل نه شما این، نه کسی دیگه ای در کاره. مشکل منم که انقدر رویاهای جور و جور تو سرم میچرخه که ازدواج هزارمیشم نیست. چرا ساکت شدی؟ گفتم شاید نمیخوایی بشنوی. بگو. شما کتاب شازده کوچولو رو خوندی؟ چه حیف، میدمش بخونین. یه جاییش روباک شازده کوچولو تازه باهاش دوست شده میگه آدم ها این حقیقت رو فراموش کردن، اما تو نباید فراموش کنی. تو تا زنده ای نسبت به چیزی که اهلیش کردی مسئولی. من و شما هم نباید فراموش کنیم. میفهمین چی میگم؟ ساده است. دو نفر که با هم ازدواج میکنن همدیگر رو اهلی میکنن، مسئول هم میشن. عیبش اینه که یه چیزایی هست که از قبل من اهلی کردم، مسئولشونم. درسی که میخونم، شعری که میگم و آرزوهایی که دارم. ازدواج ما با هم باعث میشه نتونم به چیزایی که اهلیشون کردم برسم. شما مرد خوبی هستی، اما ازدواج ما با هم منو از آرزوام دور میکنه و برام نارضایتی میاره. میفهمین چی میگن؟ پدر من توی هوای دیگه بزرگ شده، از یه نسل دیگه است، با آرزوهای دیگه، ارزشهای دیگه، رویاهای دیگه. برای همین من بهش حق میدم که شاید منو نفهمه، ولی به شما حق نمیدم، چون شما هم فرزند همون نسلی هستین که من هستم. خوشحالم که به حرفام گوش دادین. میدونستم حرف همو میفهمیم. اجازه بدین دیگه برم. خوب نیست اینجا، اینجوری، این وقت شب. اما بذارین پیش از رفتن یه چیز دیگرم بگم. ممکنه با خودتون فکر کنید با کنار کشیدن شما چیزی تغییر نمی کنه.
چون پدرم یکی دیگر رو برام پیدا میکنه. اما اینطور نیست. رفتن شما لااقل یک کم به این فرصت میده راهی پیدا کنم که با پدرم حرف بزنم. اما اگر بعد از همه این حرف و اوضاع عوض نشه، از پدرم گله نمی کنم که چرا برام تصمیم گرفته. ازش دلگیر میشم که چرا به جام تصمیم گرفته. از این ناراحت میشم که نمیدونه همونطور که اون منو اهلی کرده، منم اونو اهلی کردم. پس هر دومون به یه اندازه نسبت به هم مسئولیم. میفهمین چی میگم؟ پس چهارشنبه صبح اینجا ای؟ تا ببینم. شاید یکم بیشتر مونده. کاش که ما هم میامدیم. خیلی وقت زیارت نرفتیم. انشالله میریم. منتها این بار تنها باشم بهتره. مراقب خودت باش. چشم. اون پولم که جدا دادم بذاری کنار واسه زری باشه. با ما خاطر جمع باش. یادم هم. دست رو درد نکنه. هم. دربی. رو باشه چشم. میگیرم. خدا حافظ. در پناه خود. سلام، بفرمی. خوبم، بله، بفرمی. هادی، اگه اینا اومدن یا خبر گرفتن چی بگم؟ نمیدونم میخوام چی کار بکنم. تو فعلا هیچی نگو تا من برگردم. باش. چه جلی؟ این همه افتادی نمال تاکسیه، فکر کردم چیزی توشیدی. حالا افتادی دنبال یه زن همسن ننت. مادرمه. مادره؟
باش. خب چرا نمیری خفتش کنی؟ برو یقش رو بگیر ببین کجا بوده. این یارو راننده تاکسیه کیه؟ آبجیت کجاست؟ اینجوری فایده نره، باید جاش رو یاد بگیرم. میگم این سایزه با 41 دیگه. آره. خب پس مبارکه. تابلو بازی در نره میخونه. عطا میرین دنبالشون، فقط تابلو بازی در نره بفهمه. یاد تخلی آقا. کفش که برداشتی پولش حساب نکردی، بیا برو حساب. چش. برو حساب بکن. حساب میکنن دیگه آقا، میرن. کجا میخوای حساب کنی؟ برو حساب. اون خانم که داره میره مادرمه. کدوم خانم؟ مامان. ایشون با شماست؟ نه. مامان. مامان بری منو میفرستم کانونا. یا با خواهم نکنم. یا برو کل چیزم خوردی. بفرم جلی، اینجا چه غلطی میکنی؟ ها؟ آقا اینا رو بدیم من حساب میکنم. از کجا منو پیدا کردی بچه؟ چرا تو دست از سرم بر نمیداری؟ خدا خانم ببخشید من حساب کنم. یعنی کجی تو کی میخواد درست باشه من نمیدارم؟ کی آدم میشی؟ بدبخت. چقدر شد خانم؟ 232,000 تومان. چقدر؟ 232,000 تومان. من نمیخوامش خانم، میذارم سر جاش. ممکنه نگهش داریم اینجا، خیلی ممنون. این شماره رو بزن، این شماره آقای ماهانه از مسئله کانون سال. خودش دیگه میدونه. بایدون مالش چشه یاد بگیر، همش نخونی؟ خیلی محبت خواهش بگیر. کنم فعلا اینجا مون نگاه رو. کردم مرد شد یا قولاد مردونه است. چند روز نرفته سر کار؟ دوست داری دوباره برگردی کانون؟ این آقای مرادی اتاقش کدومه؟ همین آقا. باش تا برگرد. حالا بیا بپوش ببینم اندازه پات هست؟ نمیخوام. دست من رد میکنی اشکال نداره، ولی دست مادرت رد نکن. مادرم نیست؟ پس چرا دنبالشی؟ میخوام بفهمم واسه چی برام مادری نکرده. تو براش پسری کردی که اون برات مادری کنه؟ میخواست مادری نکنه، واسه چی من زایید؟ نمیدونی چرا؟ نه، برای اینکه اون دنیا بره بهشت.
این دنیا که جهنمش فشرده گذروند. این روزا با کدوم مزغلی میچرخی؟ حواست به خودت باشه ها؟ خیلی باشه. برو خونه. یه سر بیا پیشم کارت دارم. نه آقا. نه. نه چیه؟ قولت یادت نره. غروب منتظرته. باشه آقا. اینجا اومدم نمالشون بعد دیگه رفتن تو دیگه. خب هیچی دیگه، یارو نه یوانه نزاش برم تو. نفهمیدی خونهشون کدومه؟ نه دیگه نزاشش. یه بلد دری دیواری میپریسی دیگه. جونه جلیل نشد دیگه، اومدم التماس یارو نه یوانه رو کردم بعد یهو دیدم نیستن اصلا. ببخشید آقا. سیمین خانم انتظاری میشناسید؟ انتظاری؟ آره، شوهرش هم انگار تاکسی داره. آها، همین خانم آقای عرضی دیگه. الان شوهرشون بودن رفتن، نگیدینشون؟ نه، من نمیشناسمشون. خانمشون زنگ زدن اومدن واسه تعمیر فاضلا به ظرفشویشون. خونهشون کدومه؟ سلام. سلام. کیه مادر؟ هیچ کی آقاییه. اسمت مرجانه؟ بله. تو اینجا چه غلطی میکنی؟ تو برو، تا زندگی من خراب نکردی. برو. چرا خودت رو به موی کردی؟ این چند وقت دنبالت میگردم؟ مادر کیه؟ کسی نیست، کسی نیست، اشتباه آمده. تو رو امام حسین برو. جواب هم بده. میرم. سیمی کی هست؟ عوضی اومده. آدرس میخواد. شما چرا اومدی؟ برو، منم اومدم. اشتباه اومده بود. برو دنبال کارت. چون هر کی دوست داری برو دنبال کارت. تا جوابم بدی نمیرم. برو پایین اومدم. برو پایین اومدم. جلی چی شد؟ منتظرم تا بیاد. بابا پوست ناخرم تو گفته. بای نایمه چی؟ میام. نهایت بازم میرم در خونش. ببین نتا، سختته میخوای برو. بی خیالی ها جلی. ای جلیل اومد. اومد عطا بپر دم در وایسا، یار اومد خبر بده. نگفتم نهی دنبالم؟ چرا؟ چرا چی؟ چرا ازم در میدی؟ چرا خونه رو عوض کردی پیش همسایه نشون نزدشی که پیدات کنم؟ چرا کفن بابام خوش نشد رفتی شهر کردی؟ چی میخوای بگم؟ چی دارم که بگم؟ چی بگم که خودت نمیدونی؟ ای نمیخوای گولم رو گم کنم؟ جوابم بده برم. چی کار باید میکردم؟ تو جای من بودی چی کار میکردی ها؟
چقدر دیگه باید از زندان میرفتم کانون، از کانون میرفتم زندان. چقدر دیگه باید التماس طلبکار و مالخر و شاکی و مواد فروش رو میکردم. همینطور آواره و کوچه و خیاب با این طفل معصوم که تنها گناهش اینه که اون باباش بود تا داداششی. گناه من چه که اون بابام بود تا مادرم؟ نصف عمرم یا داشتم فرار میکردم یا تو کانون بودم. الان هم که اومدم بیرون نوزامینه، یه بابا دارم که زیر خاکه، یه مادر که چش دیدنمو نداره، یه آبجم که اصلا منو نمیشناسه. ای خدا میخوام سرمو بسرم زمین دیگه بلند نشم. از هرچی مرد عالم به هم میخوره، یکیش خودتو. حالا رفتم شوهر کردم که این دختره نشه یکی مثل تو. مثل من چی؟ مثل من بدبخت نشه؟ مثل من عوضی آشغال کثافت نشه؟ مثل من چی؟ مثل من چی؟ مثل من چی؟ جلیل جا بفر. حالا این آقای رشم مرد بدی نیست، های دختر نوجوان داره. به امام رضا نتونستم بگم منم یه پسر دارم، یعنی نمیشد که بگم دیگه. اون وقت جایی نداشتیم تو خونش. تو چه فکری کردی؟ فکر کردی من میام میشم سربار تو یا یه بابای مثل اون؟ نه، من اومدم شما هم ببرم. کجا؟ هر جا. دهنتو باز میکنی یه چیزی میگی ها. کجا؟ خیلی سلام برسون. سلام برسون. زنده باشم. خدا نگهدارتون. خوش آمدید. خوش آمدید. وایسا. چته؟ چی میگی آن؟ چی میگی؟ سر زیادی نزم ببینم بچه پر رو میگم مال کجایی؟ بلش رو آمدی خود فرم چونکه خونست رو چونه بهت میگم شوزی بچه گی رو آوردی مادرش که پدر مادر عوضی کنم مادر برو خونه. حالا گیرم که چهارچرخش هم آوردی پایین. این آسون ترین کاره ولی بهترین کار نیست. تو مرد راحت ترین کار نیستی. تو کانون هم نبودی، که اگه بودی هم این امشب میگفتی پسر زنشی و خلاص، ولی نگفتی. برای همین هم هست که مادر و خواهر الان سر خونه زندگی خودشونن. بیو بخور سرد میشه. ولی من بازم میرم سراغش، روشه کم میکنم.
آخه یه دیوار داغون که به درد یادگاری نوشتنم نمیخوره، کی بهش تکیه داده که حالا این مادر بیچاره بخواد بهش تکیه بده؟ من داغون نیستم. واقعا نیستی؟ خودت با اون بابا که میخواد چهار تا چرخش بیاری پایین مقایسه کن. اون خونه داره تو نداری، اون کار داره تو نداری، اون همت داره نون حلال در بیاره تو نداری. کجا؟ بشینه بشین. کجا اینکه در بری سف وایسا بگو چیزایی که این بابا داره رو منم پیدا میکنم، میشم سرپناهش. چه؟ آشنات بود نه؟ پسرت بود؟ اصلا به من چه؟ هر کی که بود، پسرت، داداشت، برادرزادت، خواهرزادت، هر کی. ببین خانوم، من یه زن گرفتم اسمش هم سیمینه، یه دخترم داره مرجان، دیگه هم کسی رو نداره، درسته؟ اگه بخوای بمونی قدمت رو چشم، قدم مرجانتم رو چشم. اما قرار نیست پای کسی دیگه ای به این خونه باشه، یعنی اصلش قرار نیست کسی در این خونه رو بزنه. از روز اول بهت گفتم دنبال عشق عاشقی نیستم، به خصوص بعد ماجرای اون زنه. چی بگم؟ گفتم یه دختر نوجوان دارم، گفتم یه مادر اپا افتاده دارم، گفتم حوصله عشقی رو ندارم، فقط ازت خواستم دخترم مثل دختر خودت بهش نگاه کنی. ببین سیمی خانم، حوصله قایم موشک بازی و کشواکش رو ندارم، بیا هم دیگر رو اذیت نکنیم. یا کسو کار دیگه ای داری یا کسو کارت منم، فکر کن بهش. دست نزن بچه، بچه بازی که نیست. خوب شده؟ آره آقا. تو اهل کار سخت و راه دور و گرمای خرمپزون هستی؟ میری قشم؟ قشم؟ چجوری؟ بلیت میگیری، سوار اتوبوس میشی، میری بندر، از اونجا هم شنا میکنی، میری قشم. من اونجا یه آشنا دارم که رو حرف من حرف نمیزنه، از بچه های کانون خودمون بوده، الان شده مهندس، مهندس رضا فیروز. تو کانون که بود بهش میگفتن رضا ملخ، از بس لاغر بود، هر کی رد میشد یکی میزد تو سرش. به منم میگفتن جلیل، آبشلی. از کانون که اومد بیرون هیچ کی نداشت، ولی همت کرد، روزا کار کرد و شبا درس خوند، تن لش بازی هم در نیومد، سختی کشید ولی وایساد. الان بیا ببین چه کبکبه و دبدبه ای داره، پادشاهی میکنه، همون رضا ملک. مادرت زنگ زد فردا صبح یه سر میاد اینجا. واسه چی؟ که با من حرف بزنه. شما هم بشینین سنگاتون رو وا بکنین، تکلیفتون رو مشخص کنین. نمیخوام ببینمش. میگن که
خودت یا مرجان بمون، اگه کس دیگه ای هست برو. دیشب تا صبح چش رو هم نذاشتم. بعد اعدام اون خدا بیامرز پدرش خیلی وقت بود دیگه اینطوری نشده بود. میخواین چیکار کنیم؟ نمیدونم، تا جلیل نیومده بود میگذروندم، اما حالا نمیدونم. اصلا فکر این که این بچه آواره کوچه و خیابون باشه، بعد من بچه یکی دیگر رو ترخوش کنم، نگهداری کنم، آتیشم بزن. اومدم بگم بهش بگیم باشه، میام پیشش، ولی من تنها نیستم، خواهر کوچیکش هم هست، پس نمیتونه فردا بزنه زیر همه چی. نمیتونم تنهایی جمعشون کنم، باید قول بده پشتم وایس پا نظر جاپای باباش، فقط فکر خودش باشه و ما و زندگی. فقط شما تکلیف خودتون رو روشن نکردین، جلیلم یه فکرهایی کرده بر خودش. چه فکری؟ میترسید بمونه تهران، باز دلش هوای شما رو بکنه، برای همین تصمیم گرفته بره. یه کاری براش پیدا شده تو قشم، یه مدتی میره اونجا. بره قشم؟ که چی بشه؟ که کار کنه، مستقل بشه، مرد بشه، ایشالله با دست پر برگرده. تنهایی؟ چه امیدی؟ به اعتباری کی؟ صاحبکارش با من آشناست، بعدش هم برای همیشه که نمیره، یه مدتیه، موقتی. شما هم بمونین زندگیتونو بکنین. تنهایی بره شهر غریب؟ نه پدری نه مادری. پدر و مادرش نیستن، ولی خداش که هست، میتونه. شما نیستین، ولی امید این که یه روز شما و خواهرش رو داشته باشه میشه موتور کارش. یه ذره تو تنهایی با خودش خلوت کنه، کمک میکنه به مسئولیت پذیریش. سلام. سلام مادر، من اومدم با مرجان. شنیدم، تو هم شنیدی که من میخوام برم. گفتی بهت قول بدم که باشت وایسم، قول نمیدم، اما زورم هم میزنم. من با همه چی میسازم، با همه چی میسازم. سخته از اینش نکن، بذار برم. Thank you.